این آقایی که تصویرش رو دارید مشاهده میکنید محمد شجاعیه. من نمیدونم این افراد اینجور صحبتها رو از کجای تخیلاتشون در میارن و بازگو میکنن، به شعور مخاطب این توهین میکنن یا به شعور خودشون. بریم صحبتاشو با هم بشنویم. راجب اجنه ها در اعتراضات صحبت کرده، خدای من، بریم گوش بدیم با هم. دومین نکته حمله های جنها هست، حمله های جنی و انسی و سطح وسوسه های جنی و انسی چی میشه؟ بیشتر میشه. آدمایی که شما یه زمانی میدید خیلی آدمای خوبی بودن، آدم موثری بودن، آدمای پاکی بودن، یه دفعه میبینید که الان چپه میکنن، میشینن حرفای مزخرف در مورد مکارم شیرازی گفته کارمون به جایی رسیده که دخترها روسری ها رو در میارن و خیلی راحت وسط جمعیت ظاهر میشن. وای چه کار بدی! تروریست ها رو میبینید؟ تروریست های جامعه رو میبینید؟ نه، اون کسایی که فقط یه دونه دماغ بیرون ازشون خوبن که معلوم نیست هویت واقعیشون چیه، یارو یکی رو به خودش بمب وصل کرده یا نه واقعا یه خانومیه که حجاب گرفته. حجاب خوبه. یکی از نماینده های مجلس یه صوتی وحشتناک داده، بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. درخواست میکنم، درخواست از وزیر محترم بهداشت برای اعاده پرستاران و لیسانس های مامایی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادن، درخواست اعاده به کار و ادامه خدمت داریم. ببینید گیره چه کسایی افتادیم. خواستار بازگشت به کار اون دسته از افرادی شده که در دوران کرونا جون خودشون از دست دادن. خود دای من. نادرشاه افشار در اولین اقدام بعد از تاجگذاری دستور داد تا جیره 70,000 طلاب که از دولت پول دریافت می کردن قطع شود. بزرگان طلاب نزد نادرشاه بزرگ رفتند. نادر پرسید کار شما در این مملکت چیست؟ بزرگان طلاب اینگونه جواب دادند: لشکر دعا هستیم. هنگامی که سپاه شما به جنگ می رود، ما با دعا پیروزیشان را تضمین می کنیم. چرا باید سلطان نان ما را قطع نماید؟ نادرشاه با فریادی بلند گفت: وقتی لشکر محمود افغان ایران را گرفت، 100,000 طلاب چرا جواب آنها را ندادند؟ بعد از فریاد نادرشاه پاسخی از کسی شنیده نشد. نادرشاه دستور داد آنان را به زمین‌های زراعتی فرستادند و به کشاورزی واداشتند. منبع هم تاریخ اجتماعی ایران. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. واقعا متاسفم که نمیتونم پشت میز بنشینم و براتون برنامه اجرا کنم. حقیقتا یه ذره ناخوش احوالم. انشالله تا یکی دو ماه آینده این مشکل هم برطرف شه. قابل ذکر بگم قبل از اینکه از اخبار داخل ویدیو هام استفاده کنم، قبلترش این خبرها رو داخل ستادهای خبری تستشون میکنم و بعد از اینکه مطمئن شدم خبرها حقیقین و کذب نیستن، ازشون داخل ویدیو هام استفاده میکنم که و خدای نکرده اخبار اشتباه رو خدمتتون بیان نکنم. امیدوارم توی ویدیوی فردا و اخبار فردا شب ببینمتون. در آخر اینکه درود بر شما.